اولین باری که من پیاز زعفرون گرفتم و خواستم توی خونه زعفرون بکارم، یه درصدم فکرشو نمی‌کردم که اون زعفرون به گلدهی برسه و بتونم زعفرون واقعی داشته باشم. اما شد، خیلی هم آسون بود. حالا توی این ویدیو میخوام 0 تا 100 روش کاشت زعفرون داخل خونه رو بهتون یاد بدم. من خودم فکر میکردم زعفرون فقط تو استان خراسان به گلدهی میرسه، اما به مرور دیدم نه، پیاز زعفرون رو میکارم و تو خیلی از شهرها مثل یزد و اصفهان، کلن جاهایی که آب و هوای سرد و خوش یا گرم و خوش داره. اگر توی شهرهای شمالی باشین که رطوبت خیلی بالاست، احتمال اینکه اون پیاز به گلدهی نرسه زیاده، اینو باید در نظر داشته باشین. اما اگر آب و هوای شهرتون مثل تهرانه، مطمئن باشین که پیازو بکارین در میاد و به گلدهی میرسه، البته با شرایطی که تو ادامه ویدیو براتون توضیح میدم. پیاز زعفرون رو از 3 روش میشه کاشت. روش اول داخل زمین، که روی زمین یا بین درخت ها میشه کاشت، که خیلی روشش طولانی و تخصصیه، من در موردش تجربه ندارم و هیچ توضیحی نمیدم. روش دوم کاشت توی گلخونه است، که به نظرم خیلی جذاب بودش وقتی داشتم میخوندم و مطالعه میکردم، بذارید براتون توضیح بدم. توی گلخونه از 3 روش میان زعفرون رو پرورش میدن. یکی از روش هیدروپونیک که دیگه فکر کنم همتون باهاش آشنایی دارین، این که گیاه یا همون پیاز زعفرون مواد غذاییشو فقط از طریق آب دریافت کنه. دومین روش ایروپونیک. یعنی چی؟ یعنی اون ریشه های زعفرون مواد مغذی خودشونو از طریق اسپری کردن روی ریشه ها دریافت کنن. سومین روش تقریبا مثل ایروپونیکه، اما یه کمی جدید تره. این که اون مواد غذایی بخار میشه و از طریق بخار اون ریشه ها مواد مغذیشون رو دریافت میکنن. حالا ما کلن با این روش ها هیچ کاری نداریم. ما میخوایم پیاز زعفرون رو داخل گلدون یا داخل سبد کاشت کنیم. بریم ببینیم روشش چه شکلیه. اولین مرحله اینه که یه پیاز تقریبا درشت بدون لک و آفت سالم انتخاب کنید. اگر دیدین پیازتون مثلا یه مقداریش قهوه‌ای بود یا مثلا لک داشت، بهتر اونا رو اصلا انتخاب نکنید. یه همچین پیازی که قشنگ هم درشت باشه هم تمیز باشه رو باید انتخاب کنید. انتخاب پیاز خیلی تاثیرگذاره روی گلدهی. اگر پیازی رو تهیه کنین که آلوده باشه یا مثلا درگیر آفت باشه، لهیده باشه یا هر کدوم از این موارد داشته باشه، اون پیاز بهتون گل نمیده. ممکنه جوونم بزنه، اما احتمال اینکه به گلدهی برسه کمه. مرحله دوم انتخاب گلدون مناسبه. انتخاب گلدون یا سبد هیچ فرقی نداره. اگر میخواین داخل گلدون بکارین، باید یه گلدون عمیق انتخاب کنین. برعکس گیاهای آپارتمانی که بهتون میگم گلدون عمیق انتخاب نکنین، این پیازهای زعفرون گلدون عمیق احتیاج دارن. یعنی ارتفاع گلدون حداقل باید 20-25 تا 30 سانتی متر باشه. داخل سبد میوه هم میتونین کاشتش کنین به راحتی. از این سبدهایی بگین که یه کمی عمقش بیشتره و خیلی راحت عین گلدون میتونین بکارین. دیگه بریم بقیه مراحل رو به صورت عملی بهتون توضیح بدم. خب روی این پیازا رو میبینین یه سری پوشاله، بهتر ما 50% این پوشالا رو جدا کنیم. در همین حد کافیه. اینم همینطور 50%ش رو بهتره که جدا کنیم. اینایی که انقدر پوسته رویشون جدا شده سو در همین حد بکنین کافیه. این خیلی پوشال داره، اینو میتونیم ما جدا کنیم. در همین حد کافیه. حالا ممکنه این پیازا درگیر آفت و بیماری باشه، پس 20 تا 30 ثانیه اینا رو میذاریم توی محلول قارچ‌کش و کنه‌کش. قارچ‌کشی هم که استفاده میکنم اپرودیون کاربندازیمه. اینا رو می‌ریزیم توی محلول قارچ‌کش و کنه‌کش، یه 20 ثانیه فقط بهش فرصت میدیم. خب دیگه این پیازا رو در میاریم در حدی که یه کمی آب روشو خوش بشه، بعد از اون داخل خاک میکاریم. خب یه کمی که پیازا خوش شدن میایم اینا رو داخل خاک میکاریم. یه لایه لیکاپون می‌ریزیم روش، یه لایه خاک می‌ریزیم. من یادم رفت براتون ویدیوشو بگیرم. و این پیازا رو به فاصله 3 سانتی از همدیگه میکاریم. این خیلی مهمه که بینشون فاصله داشته باشه. در این حد بعد فاصله رو داشته باشه.
اینجای کار که دیدین چقدر آسون بود. میرسیم به ترکیب خاک. برای پیازا نمیتونیم از ترکیب کوکوپیت و پریت و اینا استفاده کنیم. اینا آب داخل خودشون نگه میدارن. پس چه ترکیب خاکی براش مناسبه؟ میتونین از ترکیب 40% خاک باغچه و 50% ماسه استفاده کنین به اضافه 10% ورمی کمپوست یا هر چیزی که خاک گیاهو غنی تر کنه. هر چقدر که خاک غنی تر باشه این پیازها زودتر رشد میکنن و گلدهی بهتری دارن. الان دیگه روی پیازا رو فقط باید خاک بریزیم. اینا رو تو عمق کاشتیم و فعلا کارشون ندیم تا ماه آینده. تا الان که دیدیم کاشت پیاز زعفرون هیچ کاری نداشت. اما بیاین در مورد فصل کاشت و آبیاری بهتون توضیح بدم که اصلا قلق گلدهی پیاز زعفرون همین دوتاست. در مورد فصل کاشتش براتون بگم از اواسط تابستون میتونین پیازها رو بکارین تا اوایل مهر ماه، یعنی دیگه الان آخرشه. اگر میخوان پیاز تهیه کنین تو همین چند روز آینده این کار رو انجام بدین. حالا نوبت میرسه به آبیاری. این آبیاری خیلی مهمه. اگر شما اواسط تابستون پیازها رو کاشتین به هیچ عنوان آبیاری انجام ندین تا خنک شدن هوا، چون اگر هوا گرم باشه و آبیاری براش انجام بدین رطوبت و دما داخل خاک زیاد میشه و به خاطر همین پیازتون میپوسه. وقتی که هوا یه کمی خنک شد اولین آبیاری رو میتونین انجام بدین. این بستگی داره به شهرتون. مثلا توی تهران این یکی دو ساله مثلا نمیتونم بگم اول مهر این کار رو انجام بدین، چون تا آبان همونقدر هوا گرم عین تابستونه، مخصوصا پارسال. پس این دیگه بستگی به شرایط استانتون داره، بستگی به دما داره. مثلا من الان که این پیازها رو کاشتم میذارم بیرون از خونه، داخل گلخونه هم نمیذارم، میذارم بیرون از خونه و اوایل آبان اولین آبیاری رو براش انجام میدم. وقتی که دیگه کامل آبیاریش انجام شد دیگه نمیذارم خاکش خشک خشک بشه، تا حدی خاکش رو مرطوب میکنم، نه اونقدر زیاد که بپوسانه، حالت مرطوب داشته باشه. و بعد از اون یه دوره هیمکسید میدم، دوباره بعد از اون کود پتاس بالا یا کود گلدهی میدم، کود ریشه زایی میدم. همین کار رو انجام بدین یک ماه بعد کامل این پیازها جوونه میزنه و دیگه تقریبا اوایل تا اواسط آذر پیازتون به گلدهی میرسه. بعد از اینکه پیاز زعفرون به گلدهی رسید، ریشه زعفرون هم قابل استفاده است، گلبرگاش هم قابل استفاده است. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.